درود و سلام خدمت همه حاضرین در میزگرد امشب 22 دی ماه 1402 برابر با 12 ژانویه 2024. میزگرد امشب، موضوع میزگرد امشب که توسط نهادهای جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک سکولار ایران برگزار می شود، اثرات سیاست زن ستیزی در رشد و انکشاف جامعه ایرانی. سخنرانان خانم شیردخت زیارتی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، خانم ثریا ندیم‌پور، کنشگر سیاسی، فعال حقوق زنان، خانم مریم وکیلی، وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای ایران می باشد. دوستان در بخش دوم مثل همیشه 5 دقیقه وقت داره برای سوال کردن، پیشنهاد دادن، انتقاد کردن می باشد. خواهش میکنم در بحث روز باقی بمانیم. هر یک از سخنرانان مدت 18 دقیقه وقت دارند برای ارائه نظریات خودشان و در بخش دوم 18 دقیقه وقت خواهند داشت برای سوالات. با خانم شیردخت زیارتی شروع میکنیم. خانم زیارتی بفرمایید برای مدت 18 دقیقه. با سلام ازتون تشکر میکنم برای وقتی که به من میدید. البته من ترجیح میدم که یه مقدار اول وقت بگیرم، یه مقدارم آخر سر، برای اینکه دو تا مطلب متفاوتی رو میخوام بگم. در قسمت اول من راجع به نقش زنان در رشد و توسعه اقتصادی ایران میخوام صحبت کنم در مقایسه با کشورهای آسیای مرکزی. آمارهای یونسکو رو بررسی کردم، ایران رو در یک گروه 14 تایی از کشورهای آسیای مرکزی گذاشته که مقایسه آمار مربوط به آموزش و پرورش، ازدواج زودرس، درصد بارداری، اشتغال بین زنان منطقه آموزنده است. این گروه شامل کشورهای افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، ایران، قزاقستان، مالدیو، نپال، ازبکستان، پاکستان، سریلانکا، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستانه. آمارها نشون میده که در ایران دخترها در سن آموزش ابتدایی تقریبا همه به مدرسه میرن و پوشش آموزشی تقریبا کامله. در آموزش متوسط 96% به مدرسه میرن و در آموزش عالی 86% به دانشگاه میرن، که عملا میتونیم بگیم در مورد آموزش ابتدایی ما جز ستای اول منطقه هستیم. در مورد آموزش متوسطه و عالی در ردیف 7 بین 14 کشور قرار گرفتیم، یعنی متوسطی میانگین هستیم. از نظر آموزش ابتدایی 67% مدرسه رو تمام میکنن که در مقایسه با سایر کشورها باز در ردیف وسط قرار داریم. از نظر آموزش متوسط 54% مدرک متوسطشون رو میگیرن، تمام میکنن، در ردیف که در ردیف 6 از 14 کشور هستیم. از نظر آموزش عالی در سال 2017 این آمارها 39% از دختران ما مدرک آموزش عالی گرفتن میگیرن، که اینها 23%شون در رشته های مهندسی هست، که من خیلی خودم خوشحال شدم این دیدم میزان دخترایی که در رشته های مهندسی و علمی درس میخونن، که در ردیف 4 بین 14 کشور قرار داریم. و در مورد دسترسی به رشته ریاضی گاهی دخترها بیشتر از پسرها هم هستن در رشته های علمی. حتی میتونیم بگیم که از نظر آموزش و پرورش و حتی رشته تحصیلی اشتغالزا دختران ما وضع خوبی دارن و یا در بعضی موارد در ردیف میانه با کشورهای دیگر هم. به هر حال ضعف در مقایسه با 14 کشور با 13 کشور دیگه دیده نمیشه. در مورد ازدواج آمارها نشون میده که 17% دختران در ایران ازدواج زودرس دارن و 5% هم فرزند آوری زودرس دارن، که در مقایسه با بقیه کشورها در ردیف 7 قرار داریم.
که البته من از آمارا خیلی تعجب کردم، چون بنگلادش مثلا 59% ازدواج زودرس داشت، تقریبا 60% و شماره 1 بود در این لیست. بعد نپال مثلا با 40% و افغانستان با 35% ردیف دوم و سوم رو داشتن. کشورهایی مثل بوتان، هند، پاکستان هم درصدهای بالاتر از ایران داشتن. همینطور فرزندآوری زودرس 6 کشور درصدی بالاتر از ایران نشون میدن. بنابراین متاسفانه در این منطقه از دنیا کودک همسری و کودک مادری رایجه و ایران هم آمار میانه رو داره. بلعکس آنچه میپنداشتم که این هم بیشتر به کشورهای اسلامی محدود میشه، ولی اینطور نیست، چون میبینیم نپال هم 40% ازدواج زودرس دخترها رو گزارش میکنه. البته به نظر میاد که به هر حال در کشورهای اسلامی بیشتره. از نظر سطح تبعیض کشورها رو به 4 گروه سازمان ملل تقسیم کرده: تبعیض بین زن و مرد، گروه ضعیف، متوسط، بالا و خیلی بالا. با اندیسایی که داشته، ایران در از نظر درجه تبعیض بین زن و مرد تو ردیف خیلی بالا قرار داره، که عملا این منفیه. در مورد اشتغال، وضع اشتغال زنان نسبت به سایر کشورهای منطقه، اشتغال زنان بسیار پایینه در ایران. در سال مثلا 2016 16.2% بوده، که تازه همه اینا شاغل نبودن، 13% واقعا شغل داشتن، بقیه در جستجوی کار بودن، که البته آمارهایی که در جلسات پیش دیدیم تا 19% هم گزارش میکنه، ولی 19% هم که بگن یعنی بازم 4-5% فقط دارن دنبال کار میکردن، شغل ندارن واقعا. به هر حال درصد بسیار پایینی است. شاغلین بیشتر برای دولت کار میکنن و معلم و پرستار هستن. این امر با توجه به سطح بالای تحصیلات زنان که قبلا گفتم نزدیک به 40% مدرک آموزش عالی دارن و 23% در رشته های مهندسی تحصیل کردن و رشته های مهندسی مثل مهندسی کامپیوتر، مهندسی رایانه، ارتباطات، صنعت، ساختمان و غیره که معمولا به راحتی شغل پیدا میکنه، عجیبه که درصد اشتغال اینقدر پایینه. حالا ببینیم چرا درصد اشتغال زنان با وجود تحصیلات بالا پایینه. مقاله در سال 2018 به وسیله صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، International Monetary Fund، این خانمی به اسم ویویان مالتا و یه خانم دیگری به نام مگلی پینا این رو نوشتن، در مورد زنان ایران مطالعه کردن و که ببینن چیکار میتونن بکنن که درصد اشتغال زنان بالا بره در کشور. و میگن که خب زنان دارای آموزش عالی که منبع رشد و تولید اقتصادی میتونن باشن، بدون استفاده در ایران موندن و یه سری اقدامات و سیاست‌های لازمه تا مشارکت اونها رو در بازار بالا ببره، در بازار کار. از همه مهمتر، کم کردن تفاوت بین حقوق و دستمزد زن و مرد برای کار مساوی است. یعنی وقتی نگاه میکنیم در بسیاری از مشاغل برای کار مساوی زنها تقریبا نصف مرد حقوق یا دستمزد دریافت میکنند و این بسیار انگیزه زنان رو پایین میاره، چون زنان وقتی که کار میکنن باید یه مقدارم هزینه بکنن برای نگهداری فرزنداشون یا برای نظافت منزلشون و از امکانات مالیاتی هم که بعضی مردها به عنوان مثلا برای فرزند، حق فرزند و چی بهره مند هستن، زنها بهره مند نیستن. بنابراین از نظر اقتصادی اصلا برای خانوار خیلی صرف نمیکنه که زن خانه بره بیرون کار بکنه. به هر حال یکیش این بوده که دستمزد بین حقوق زن و مرد رو تفاوتش رو کم بکنن، چون از بین بردن که به نظر میاد تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه و این فقط در ایران نیست، متاسفانه در دنیا اینطوره که دستمزد زنها نسبت به مردها برای کار مساوی پایین تره. و دیگه ایجاد مهد کودک برای نگهداری کودکان زمانی که مادرشون کار میکنه، این مخصوصا برای زنهای کم درآمد بسیار مهمه. طبق این گزارش، تبعیض در زمینه آموزش، پرورش و بهداشت رو بین دو جنس
در ایران تقریبا از بین برده. نمیتونیم بگیم تبعیض واضحی در آموزش پرورش یا بهداشت هست و در عرض 10 سال در این مورد موفق بوده. در آموزش عالی هم تفاوت کمی باقیه و بقیه و حتی در بعضی از رشته های علمی و مهندسی زنها حتی بالاتر از مردها موفق بودن. آمار بانک جهانی یه رشد 40% رو در یک نسل نشون میده. دخترها به طور متوسط 9 سال درس در مدرسه هستن. متوسط سالهای تحصیلی برای دختران ایران 9 ساله بودن. 9 سال در تحصیل میکنن. تولید مثل در از 30 سال گذشته پایین اومده. در سال 2002 فرزند برای هر زن بوده که من این از این خودم اضافه میکنم که اکنون فکر کنم 1.7% شده. از دو فرزند هم کمتره. زنها در ایران به طور متوسط 2 سال بیشتر از مردها زندگی میکنن. 77 سال در مقابل 75 سال. این آمار 2017 است. زنها از نظر اشتغال به پستهای بالا تقریبا دسترسی ندارن. فقط 3.1% مثلا کرسی نمایندگی مجلس رو دارن یا 2 تا معاون رئیس جمهور زن داشتن. در مورد بیکاری زنان داوطلب شغل، کسانی که میخوان شغلی داشته باشن، بازم بیکاری زنان 2 برابر مرد هست. وقتی مردها بیکار میشن گاهی به طور متوسط 3 ماه طول میکشه تا شغل پیدا کنن، ولی وقتی زنان بیکار میشن 19 ماه طول میکشه تا دوباره شغل پیدا کنن متوسطشون. حتی وقتی زنان شغل پیدا میکنن حقوقشون که نصف مرد هست برای همون شغل. و بنابراین مشکل کار کردن زنها بیشتر اینه که اونا انگیزه ندارن. وقتی حقوق کم بهشون میدن، یه مقدار از حقوقشون هم باید برای نگهداری کودکانشون بپردازن یا کسی که میاد خونهشون کار میکنه، اینها از نظر برای خانواده چندان درآمدزا نیست. بخش خصوصی هم که اصلا خیلی با زنها میانه خوبی نداره، یعنی مردها رو با مهارت کمتر از زنها استخدام میکنه برای یک شغل. وقتی زن و مردی حتی مهارتشون مساوی نیست و زنان مهارت بالاتری دارن، بازم شغل میدن به مرد. در سال 2017 614,000 شغل در قسمت غیر نفتی در ایران تولید شده. ولی خب این مشاغل در بخش کشاورزی و یه شغلای با مهارت پایین بوده که مناسب زنان با آموزش عالی نیست. البته در آمارها نیامده ولی گفته میشه که قسمتی از زنان کار نیمه وقت میکنن که در گزارش ها نیامده. به هر حال بخش خصوصی ایران 36.5% درآمد رو در 2016 تولید میکرده از GDP و میشه که 5% از 5 میلیون شغل زنان کار نیمه وقت در اقتصاد غیر رسمی است. حدس میزنم. یک گزارشی از بانک جهانی هست باز The World Bank's Women Business and Law در 2016 که میگه 23 مانع قانونی برای اشتغال زنان ایرانی پیدا کرده، مثل اجازه شوهر برای اشتغال و یا برای شروع یا ثبت یک بیزنس، یک مغازه تجارتی، اجازه شوهر برای دریافت پاسپورت و سفر، اجازه شوهر برای انتخاب محل زندگی و امثال هم. و میدونیم هم که باز گفتم تو که گفتم زنان از امتیازات مالیاتی هم برخوردار نیستن. و البته اگر زنها کار کنن، چون بالاخره مالیات بر درآمد میدن، برای کشور هم درآمدی کشور هم بالا میره. به هر حال دولت ایران بعد از فشارهایی که این سازمانهای بین‌المللی بهش آوردن، به تازگی شرط مرد بودن رو برای داوطلبان چندین وزارتخونه برداشته. البته به اونها گفته که تضمین در برابری دستمزد زن و مرد میکنه. ولی خب دستمزد زن و مرد، زنها نصف مرد رو میگرفتن، حالا شده 42%. تفاوتش آورده 1.8% پایین. به هر حال زنها 42% کمتر حقوق میگیرن در رای کار مساوی. و این خب مسئله انگیزه برای اشتغال زنان رو مورد سوال قرار میده که زنها چرا باید کار کنن وقتی که حقوقشون نصف مرد هست و مقدارشون باید خرج نگهداری کودکاشون بکنن.
ایران در بین 131 کشور ردیف 99 رو دارا بوده. این هم باز یک سروی کاندکتد بار ورد اکانومیک فروم در 2017 این آمار اومده که از نظر تفاوت دستمزد بین مرد و زن بین 131 کشور که آمار دادن ایران 99 بوده، یعنی خیلی تفاوت بالاست خلاصه در مقایسه با سایر کشورها. حتی البته مرکز آمار هم یه مقدار آماری داده ولی خیلی در هم بر همه که میگه در جمعیت بالای 10 سال 72% از زنان و 2% از مردان، تفاوت آمار رو ببینید، 72% از زنان و 2% از مردان به دلیل مسئولیت خانوادگی به دنبال شغل نیستند. بین مردایی که کار نمی کنن 51%شون خب برای تحصیل کار نمی کنن، منطقی، ولی 21% از مردان نمیخوان کار کنن چون نیاز مادی ندارن، که این واقعا تعجب آوره. 10% هم گفتن به دلیل بیماری نمیخوان کار کنن. فکر کنید که 21% که نیاز مالی ندارن، 10% هم حالا یا بهانه یا واقعا مشکل سلامتی دارن، میشه 31%. یعنی 1/3 مردای مملکت ما که بیکارن نمیخوان کار کنن، در حالی که وقتی میریم سراغ زنان میبینیم 5% که میگن که نیاز مالی ندارن یا بیمار هستن. اصلا تعجب آورش، زنان فقط 5% و مردها 31% هم کسانی که نمیخوان کار کنن. آمارها به هر حال نمیدونم چقدر درست هستن ولی عجیب هستن. این چون که تحقیق کردن میگن اگر که بتونیم 42% تفاوت به درآمد مرد و زن رو به 20% برسونیم، نمیگن به کلی مساویش کنیم چون فکر نمی کنن اصلا شدنی باشه، 80% زنان مایل خواهند بود که کار کنن. و میگن هر 10%ی که به اشتغال زنان اضافه کنید 8.7% در طولانی مدت روی تولید ملی گروس دامستیک پروداکتتون GDP اضافه خواهد شد. حالا برحال امیدوارم که اینجوری بتونم قانع کنن دولتون. اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم باید بگم که ما کشور ثروتمندی داریم و عملا به سرمایه خارجی نیاز نداریم، یعنی ما داریم خودمون، ولی چیزی رو که کم داریم یکی تکنولوژی پیشرفته است که میخوایم صنایع جدید رو ایجاد بکنیم یا اینکه بهبود بدیم صنایع فعلی رو، یه مقدارم خوب گردشگری رو بالا ببریم، اینها ما به نیروی متخصص احتیاج داریم و این نیروی متخصص رو داریم. یعنی وقتی 25% فقط زنای ما رشته های مهندسی و تکنولوژی و صنعتی و ساختمانی خوندن، یعنی ما نیروی انسانی ماهری رو داریم ولی وارد بازار کار نیست، که اقتصاد ایران برای توسعه نیاز بهشون داره. با کم کردن تبعیض در میزان حقوق و دستمزد زن و مرد میتونیم اینا رو وارد بازار کار بکنیم و با مدیریت و برنامه ریزی عقب موندگی کشور رو جبران کنیم و به توسعه پایدار دست بیاریم. ازتون متشکر هستم برای قسمت اول. حالا اگر بعدم فرصتی شد بعد از دو خانم سخنران بازم به من وقت بدید. متشکرم. خیلی ممنون خانم زیارتی. سلام دارم به آقای اوتن دولتی و آقای امیر شریفی که به ما پیوستند. سخنران دوم خانم ثریا ندیم‌پور، کنشگر سیاسی فعال حقوق زنان از کشور سوسیال دموکرات سوئد. بفرمایید خانم ندیم‌پور. با سلام به دوستان حاضر در جلسه. گویا آقای خلف اگه یادتون باشه در جلسه تصمیم گیری برای این جلسه قرار شد که وقتی به من بدین در ابتدای جلسه در رابطه با سالگرد تشکیل صدای زنان سوسیال دموکرات. حالا شما معذرت میخوام، بفرمایید همزمان معذرت میخوام. بله نه خواهش میکنم، هر طور که شما به هر حال جلسه رو میگردونه. خب تشکل صدای زنان سوسیال دموکرات ایران در رابطه با لزوم تشکل زنان برای احقاق برابری شهروندی در ایران دموکراتیک به وجود اومد.
طبیعتا زنان برای اینکه به این برابری دست بیابن، برای اینکه وارد بازار کار بشن، برای اینکه از استقلال اقتصادی برخوردار بشن، لازمشه که در تشکل در احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی خودشون رو متشکل کنن و همزمان برنامه و خواستهای خودشون رو هم تدوین کنن. در همین راستا صدای زنان سوسیال دموکرات تشکیل شد و ما برنامه های خودمون رو برای آینده ایران که برای ایجاد رفاه عمومی، برای حقوق برابر زنان رو تدوین کردیم. این برنامه ها بر اساس ارزش های بنیانی سوسیال دموکراسی تدوین شده. برنامه های ما قبلا هم توضیح دادم، شاید بعضی از دوستان در جلساتی که توضیح دادم بودن، در راستا در رابطه با بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، سالمندان، در رابطه با خود چگونه ما برنامه نوشتیم، در چگونه زنان رو وارد بازار کار بکنیم، چگونه زنان رو آماده بکنیم که در بازار کار به اصطلاح سهیم باشن و چگونه اینها بتونن ارزش برابر و حقوق برابر رو به دست بیارن. این مهمه که همینطور که خانم زیارتی توضیح دادن، به هر حال مهمه که ما چگونه این زنان رو آماده کنیم که وارد بازار کار بشن. مسئله فقط زنان اکادمیسیان نیستن، فقط زنان باسواد نیستن، ما زنان خانه‌دار داریم که بعضیاشون اصلا سواد خوندن و نوشتن ندارن، ما زنان روستایی داریم. چجوری این زنان کار زنان روستایی رو به یک کاری که بازنشستگی شاملش بشه تبدیل بشه؟ ما در این رابطه برنامه نوشتیم و طبیعتا در رابطه با حتی سیاست خارجی کشور ما نظرمون رو نوشتیم، در رابطه با ارتباط با سایر کشورها، در رابطه با ایجاد ثبات در خاورمیانه نظر خودمون رو نوشتیم. و همچنین باید بگم که در رابطه با ساختار کشوری ما به پارلمانتاریسم غیر متمرکز معتقد هستیم و اعتقاد داریم که پارلمانتاریزم غیر متمرکز میتونه حقوق تمام شهروندا از ملیت‌های مختلفی که در ایران وجود دارن به طور کامل حقوقشون رو برآورده بکنه، از حقوق برابر اینا برخوردار باشن. ما در رابطه با این خواست برنامه هایی که نوشتیم در رابطه با آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و سایر برنامه های خودمون، حتی ما توضیح دادیم که ساختار اون اداره از نظر تشکیلاتی به چه شکل باید باشه تا بتونه این برنامه ها پیاده بشه. ما در زمینه ما به 50% مشارکت زنان در قدرت سیاسی و در تمام ارگان‌های رهبری اعتقاد داریم. شاید برای بعضیا، من شنیدم در بعضی جاها که خب حالا زنان این آمادگی رو ندارن، چجوری میخوایم 50% قدرت رو زنان داشته باشن؟ ما برای این هم برنامه داریم. این یک هدفه، طبیعتا این پروسه خودش رو طی خواهد کرد، ولی ما به این معتقد هستیم. ما در زمینه آموزش سیاسی برای زنان کار میکنیم. در رابطه با همین برنامه ها، در ابتدای برنامه یه صحبتی بود سر لغات که چه معنایی داره. ما دموکراسی رو رعایت کردیم، برنامه ها رو بسیار کوتاه و به زبان بسیار ساده توضیح دادیم. ما آموزش سیاسی داریم، در سایتی داریم که تمام برنامه های ما درش هست و همزمان ما نوشته هایی در رابطه با مسائل سیاسی، در رابطه با احزاب سیاسی مختلف، دیدگاه های سیاسی مختلف رو به زبان ساده توضیح دادیم که این یک جزی از آموزش ما برای زنان هست. هدف ما طبیعتا زنان داخل ایرانه، به خاطر همین ما به زبان بسیار ساده تمام مقالاتمون رو نوشتیم. این بود خلاصه از سایت ما. ما خوشحال میشیم که به سایت صدای زنان سوسیال دموکرات مراجعه بکنید. این برنامه ها رو برای این نوشتیم که این به چالش کشیده بشه. این خیلی مهمه که احزاب مختلف واقعا برنامه های خودشون رو تدوین بکنن تا قبل از اینکه به هر حال حرکتی در ایران بشه، این برنامه ها به چالش کشیده بشه.
ما معتقد در آخر میخوام بگم که معتقد هستیم که احزاب مختلف باید به وجود بیاد برای اینکه جنبش زن زندگی آزادی بتونه به هدفش برسه. لازمش به وجود اومدن احزاب مختلفی که بیان کننده دیدگاه های سیاسی مختلفه و همکاری این احزاب برای دوران گذاره. مرسی که این وقت رو به من دادید. حالا نمیدونم در رابطه با اصل بحث چی میشه. بله، شما وقت دارید، میتونید ادامه بدید در مورد موضوع امشب. خانم بفرمایید. ببینید، رژیم جمهوری اسلامی به محض اینکه قدرت رو گرفت، یکی از کارهایی که در سیاست داخلی کرد این بود که حجاب رو روی سر زنان انداخت. در واقع مسئله حجاب فقط یک روسری نبود یا یک چادر، زنان رو از بازار کار به عقب راند، زنان را از حقوق شهروندی خودشون ناقص کرد. این مسئله طبیعتاً در کوچکترین هسته جامعه یعنی خانواده تأثیر منفی گذاشته و در سطح کشور هم تأثیرات منفی خودش رو گذاشته. به نظر ما سوسیال دموکرات‌ها یکی از معنی هایی که برای آزادی قائلیم، بجز آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی ادیان و سایر آزادی ها، یکی از مسائلی که چون اون آزادی های دیگر رو لیبرال ها هم تعریف میکنن در رابطه با آزادی، یکی از بندهای مهم آزادی به نظر ما سوسیال دموکرات ها آزادی از فقره. یعنی اینکه انسان ها نیاز اقتصادی به دیگری نداشته باشن، به دیگری وابسته نباشن برای امرار معاششون، بلکه خودشون از نظر اقتصادی استقلال داشته باشن. کاری که جمهوری اسلامی کرد زنان رو به فقر کشوند و واقعا از استقلال اقتصادی اونا رو ساقط کرد. خب این در شخصیت زن، در احساسات زن نقش منفی داره. شما در نظر بگیرین که یک زن وقتی که برای کوچکترین نیازش، برای خریدن یک پیراهن، برای خریدن یک جفت کفش، برای خریدن یک جفت جوراب دست نیازش رو به طرف شوهرش دراز میکنه، طبیعتا اون از اون شخصیت، از اون استقلال شخصیتی نمیتونه در خانواده برقرار باشه، طبیعتا نمیتونه اون ارزشی رو برای خودش قائل بشه که در مسائل خانه نظر بده، در اینکه مثلا حتی در دکوراسیون خونه مرد حرف آخر رو خواهد زد. چرا؟ برای اینکه زن از نظر اقتصادی به اون وابسته است. خب از نظر، پس اینو از نظر احساسی رو خود زن تاثیر منفی میذاره، عدم استقلال اقتصادی. حالا روی بچه‌هایی که تربیت میکنه چه تأثیری میذاره؟ خب مهمه، وقتی که زن استقلال اقتصادی نداره، وقتی که اعتماد به نفسش کم میشه، طبیعتا این پدره که در تربیت بچه‌ها نقش بازی میکنه. این به طور عموم من دارم صحبت میکنم، ولا به احتمال قوی در بین ما وجود دارن کسایی که مادرشون استقلال اقتصادی نداشته ولی پدرش مثلا آدم فمینیستی بوده و اجازه داده که مادر تصمیم بگیره، ولی به طور عموم من دارم صحبت میکنم. طبیعتا زنی که استقلال اقتصادی نداشته باشه نمیتونه نقش داشته باشه در تربیت بچه ها، و بچه ها هم به اون ارزشی رو که برای پدر قائلن برای مادر نمیتونن اون ارزش رو قائل بشن. در چنین جوامعی کار، خب زن بخش عظیم کار خونه رو زن میکنه که مرد میتونه بیرون کار بکنه، ولی از نظر فرهنگ، ضعف فرهنگی که در چنین جامعه ای هست، برای اون کاری که زن واقعا از صبح تا شب یک کار تکراری میکنه، کار جارو پارو کردن، ظرف شستن، لباس شستن، کاری که هیچ در هیچ نقشی در اینکه شخصیت اون رو بالا ببره، اعتماد به نفس رو بالا ببره نداره و یک کار خسته کننده است. خب ولی در چنین جامعه حتی برای این کارش هم ارزش قائل نیستن. بچه ها نمیتونن درک بکنن که این مادر صبح تا شب تمام کارهای دیگر رو میکنه که پدر میتونه بره بیرون به اصطلاح پول در بیاره. خب این مادر طبیعتا تربیتی
در تربیت دخترش و در تربیت پسرش نمیتونه اون نقش رو داشته باشه که اینها با یک اعتماد به نفسی وارد جامعه بشن، فقط از یک طرف تربیت میبینن. شما اگه ما همه خودمون یکم به خانواده خودمون فکر بکنیم، میبینیم که زن و مرد از زوایای مختلف شخصیت بچه ها رو تشخیص میدن. وقتی که آدم صحبت میکنه راجع به تربیت بچه ها، مردا یه پدر خانواده یه جور یه بخش از شخصیت پسر بچه رو میبینه، مادر یه جور دیگه. یعنی در واقع دیدگاه تربیتی پدر و مادر اگه در یک سطح مساوی باشن، دیدگاه های تربیتشون مکمل همدیگه هستن، تکامل میدن. بچه هایی که در چنین خانواده هایی بار میان که مادر استقلال اقتصادی نداشته باشه، واقعا دارای یک ضعفایی هستن، و بچه هایی که از خانواده هایی میان که از پدر و مادر محکم و قوی برخوردار هستن، مادر واقعا نقش قوی در برابر با پدر رو داره، طبعا اعتماد به نفسشون بیشتره. خب این مسئله در آینده کشور، در نسل آینده که ما به که این خانواده ها به جامعه به اصطلاح تقدیم میکنن نقش داره. ما باید اینو در نظر بگیریم که وقتی که میگیم که زنان باید از قدرت سیاسی برخوردار باشن، از قدرت اقتصادی برخوردار باشن، به معنای نه تنها از نظر کمیت نقش دارن، در نقش خواهند داشت اگر از به اصطلاح وارد بازار کار بشن، نقش دارن در اقتصاد خانواده، از نظر کمیت، از نظر کمیت در تربیت بچه ها، از نظر کیفیت هم نقش دارن. ما حساب نکنیم که بگیم یک مرد به اضافه یک زن برابر دو میشه، این چیز کمیت به اصطلاح ماتماتیکه. ولی اگر ما به مسئله عمق مسئله برخورد بکنیم، از نظر کیفیت هم این نقش زنان میتونه تعیین کننده در رشد هسته خانواده بشه. بعد میایم روی آقای خلاف، ببخشید چقدر دیگه وقت دارم؟ میتونم برای بحث دوم رو در شما وقت دارید خانم ندیمپور، بفرمایید، به تو خبر میدم، ادامه بدید. ببینیم بعد در رابطه با مسئله نقشش در به اصطلاح در جامعه، اگر زنان وارد بازار کار بشن، گذشته از اینکه همجور خانم زیارتی گفتش که اینا به هر حال مالیات خواهند داد، به سرمایه کشور کمک خواهند کرد، از نظر کیفیتی هم در رشد اداراتی که در اونجا هستن کمک خواهند کرد. در نظر بگیرین یک بیمارستان رو، اگر زنان در ارگانهای رهبری نباشن، خب اون بخشی که مربوط به زایمان زنانه، یک زنی که خودش زایمان میکنه، یه مثال ساده، زنی که خودش زایمان میکنه متوجه هست که چه نیازی وقتی که یک زن در حال زایمان چه نیازی داره از نظر روحی، از نظر جسمی، وقتی که در اتاق عمل چه امکاناتی رو باید در اتاق عمل به وجود بیاریم که این زن به راحتی زایمان کنه، که خب میدونید که وقتی که زن به راحتی زایمان کنه طبیعتاً رو روحی بچه‌ای که به دنیا میاد تأثیر میذاره. اینا چیزای علمی، اینا تحقیقات علمی که نشون میده. و یا در دوران زایمان چه نیازهای روحی داره که ما براش تأمین بکنیم. اگر زنان در قدرت سیاسی نباشن، اگر زنان در رهبری ادارات مختلف نباشن، نمیتونن نظر بدن، در نتیجه تأثیر منفی این روی جامعه خواهد بود. من همیشه پیش خودم فکر میکنم که اگر واقعا مردانی که به برابری زن و مرد اعتقاد ندارن، میدونستن، متوجه میشدن که ورود زنان در بازار کار چقدر میتونه نقش داشته باشه در رشد از همون خانواده، در رشد خانواده، چقدر بار از روی شونه مرد را کم میکنه، همین مرد بر علیه این سیاست زن ستیزی جمهوری اسلامی مبارزه میکردن. چون مهم مشخصه که وقتی که تمام فشارها روی مرد باشه، چه در سطح جامعه بزرگتر چه در سطح خانواده، خب
مرد زودتر فرسوده میشه، یه واقعیتیه، ولی اگر زن در کنارش باشه، دست در دست هم باشن، بالاخره پیش خودش میگه خب یه نصف مسئولیتم با همسر منه و خیالش راحت تره. پس دودش به چشم خود مردا هم میره، این قضیه نابرابری زنان در جامعه و عدم به اصطلاح شرکت زنان در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه. بنابراین وقتی که زنان در بازار کار وارد میشن، وقتی که زنان میتونن در تولید شرکت بکنن، میتونن از نظر کیفیتی هم اقتصاد کشور رو بالا برن. من همیشه وقتی که کار به کارشناسا میدادم، همیشه در رابطه با یک پروژه یک مرد و یک زن رو کار بهشون میدادم. باور کنین وقتی که این دو نفر می اومدن گزارش کار رو میدادن، خیلی جالب بود. اون کارشناس مرد از یک زاویه پروژه رو توضیح میداد و پیشنهاد رشدش رو میداد. میدیدم که اون خانم کارشناس از یک زاویه دیگه مسئله رو میدید. یعنی این دوتا مکمل هم دیگه بودن و از زوایای مختلف مسئله رو مورد بررسی قرار دادن میدادن. این همون کیفیتیه که من در اینکه مشارکت زنان در جامعه باید باشه و برای پیشبرد کمیت و کیفیت اقتصاد جامعه و رشد مسائل مختلف در جامعه بهش اشاره کردم. من در همینجا صحبتمو کوتاه میکنم، در بخش دوم بیشتر به مسئله میپردازم. مرسی که به من وقت دادید. خیلی ممنون خانم ندیم‌پور. سخنران سوم ما خانم مریم وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای ایران. بفرمایید خانم وکیلی، برای مدت 18 دقیقه. خانم وکیلی درود بر دوستان عزیز، صدای منو دارید؟ بله خیلی هم خوب داریم، بفرمایید خانم وکیلی. بسیار عالی. موضوع امشب را با مثالی بسیار ملموس در ایران آغاز خواهم کرد. دانشگاه و پذیرفته شدن در آزمون ورودی دانشگاه های ایران و آمارهای ارائه شده در خصوص افرادی که در نهایت مجاز به انتخاب رشته می شوند. از سال 2016 تا 2023 می توان به نتیجه رسید 60-70% پذیرفته شدگان دانشگاه زنان هستند. و از طرف دیگر معمولاً بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه نوبت به آزمون ورودی مشاغل و استخدامی هاست. البته قابل ذکر برای افراد معمولی، نه افرادی که از بند پی استفاده میکنند. خب با توجه به آمارهای اعلام شده در آزمون مشاغل و استخدام خواهیم دید آمار کاملاً برعکس شده، که برای خودم پیش آمدش و شاهد چنین موضوعی بودم. در زمان دانشجویی و فارغ التحصیلی آمار درست بود، 60-70% کلاس ها از خانوما تشکیل میدادن یا زنان تشکیل میدادن، اما در آزمون ورودی کانون و در روز ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان با نگاهی به سالن همایش، این آمار کاملا برعکس و چه بسا کمتر هم شده بود. تناقضی که کاملا هویدا بود و در خور توجه، و این سوال خصوصا برای زنان مطرح شده بود: چرا در آزمون ورودی مشاغل که زمینه ساز ورود زنان به صورت جدیتر و مشارکت بیشتر در جامعه است، شاهد چنین تناقضی در آمار ارائه شده هستیم؟ و چه سیاست و اهدافی در پس پرده وجود دارد؟ در ادامه اگر اشتباه نکنم سخنان اول خانم زیارتی بود، درسته؟ بله. یه صحبتی داشتن در مورد همین دلیل، اینی که چرا خانمایی که تحصیل کردن وارد بازار کار نمیشن. من اینم اضافه خواهم کرد که همون لحظه من نگاه کردم ببینم خودم به شک افتادم، ببینم نکنه من اشتباه کردم توی مسئله، ببینم از کجا آب خواهد خورد این مسئله. نگاه کردم ببینم بس آزمون در کنار آزمون دانشگاه آزمون ورودی مشاغل چطوریه، و
یه آماری که الان به دست آوردم، تعداد شرکت کنندگان آزمون ورودی کارآموزی یه وکالت در سال 1402، اگر بخوام به جز توضیح نمیدم، میشه در نظر گرفت که تهران زنان بیشتر از مردان، یعنی زنان بیشتر مشتاق بودن که وارد بازار کار بشن. پس ما نمیتونیم بگیم به خاطر ازدواج یا مسائل حاشیه‌ای که وجود داره زنان خودشون علاقه به ورود بازار کار ندارن. نه، این نیستش. و در نهایت در کل کشور آماری که ارائه شده خیلی هم قابل توجهه، مردان 5350 نفر و زنان 5600 نفر. یعنی ما میتونیم نتیجه بگیریم که به این صورت نیست که زنان نخوان وارد بازار کار بشن، دوست دارن، علاقه دارن، بیشتر هم شرکت میکنن آزمون استخدامیه. ولی چه سیاستی وجود داره و چه تبعیضی هست در این مسئله که سبب میشه دقیقا آمار بشه 30-70؟ با این بکران برمیگردیم به سیاست های اعمال شده در چهار دهه گذشته در خصوص مشارکت زنان در جامعه و موانع به وجود آمده توسط حکومت. در 45 سال گذشته جمهوری اسلامی سیاست و برخورد سلبی و ایجابی را در مقابل زنان در پیش گرفته که همواره فراز و فرودهایی هم داشته. برای هر کدامی توان با توجه به گذر زمان به پاسخ مناسبی هم رسید. در مورخ 16 اسفند سال 1357 و در 25 روز بعد از پیروزی انقلاب، اولین صدای اعتراض زنان بعد از سخنرانی خمینی که تیتر روزنامه اطلاعات وقت بود با عنوان در وزارتخانه های اسلامی نباید زنان لخت بیایند، در دانشگاه تهران اعتراض شکل گرفت که مردان هم به صفوف اعتراضی زنان پیوسته و شعار یا روسری یا توسری با شعار یا روسری یا توسری که اولین زنگ خطر از طرف زنان برای جمهوری اسلامی بود که البته با مداخله کمیته اسلامی و شلیک هوایی روبرو شد و به هر حال به نتیجه نرسید. بعد از این مسئله آغاز جنگ ایران و عراق دلیلی بود برای کمرنگ شدن یا حتی خاموش کردن صدا و فریاد زنان معترض که تداعی کننده این جمله برای همه ما هست که جنگ نعمت بوده. و بعد از پایان جنگ که جامعه و به تبع زنان دچار خمودگی گشته بودند، آهسته آهسته نفسی تازه کرده و به حقوقی که توسط جمهوری همواره تعظیم گشته بود پرداختند، هسته های اعتراضی مجدد شکل گرفت. به عنوان مثال و مهمترینشان مثل کوی دانشگاه که از فردی به نام از خانم به نام فرشته علیزاده تاکنون خبری از دست نیست، و جنبش سبز که تصاویر جان باختن دختری 27 ساله به نام ندا آقا سلطان که به نمادی از مبارزه مردم در آن دوران بدل شد. حضور پررنگ زنان و شجاعت بی‌نظیرشان شعور دفتر جدید در مقابل دیدگان متعصب و زنستیز بود و لزوم طرح و برنامه ها و دستورالعمل های هرچه بیشتر در اتاق فکر جمهوری اسلامی با فشار حد اکثری سازمان یافته و با هدف مهار و کنترل زنان که در نهایت سبب خاموش گشتن کل اعتراضات در جامعه می شد. و از آنجا که حفظ نظام به قولی اوجب واجبات هست، طرحهایی به صورت دوسویه در دستور کار قرار گرفت تا میان خواسته های برحق زنان و اجرای سیاست های زن ستیزانه تعادل نیمبندی برقرار بشود که امری تقریبا محال است. از جمله ورودی زنان به دانشگاه و سویه کاملا وارونه اش، جلوگیری از ورود به مشاغل و پست های حساس و مدیریتی یا پارک های مختص زنان برای جلوگیری و قطع اعتراضشان در مورد حجاب اسلامی یا ورود زنان به مجلس شورای اسلامی یا اشتغال در پست‌های مهم مدیریتی، البته صد البته به صورت نمایشی و کاملا گزینشی شده، یا دادن مناصبی مثل دادیاری یا قاضی اجرای احکام به زنان در کنار ممنوعیت منصب قضاوت برای زنان، که این امتیازات و ژست‌های حقوق بشری نوعی تاکتیک و جنگ روانی بود، چرا که جمهوری اسلامی با شعار مذهب همواره در حال پیاده کردن سیاست زن ستیزانه بوده و همواره سرکوب چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ فیزیکی در حال پیاده کردنش بوده و چه لحاظ و که از همان اوایل جنگ از اوایل انقلاب در اتاق فکر نظام شکل گرفته و با هدف‌های گوناگون.
و جامعه هدف همون زنان بوده و هستند که تشکیل دهنده نیمی از جمعیت کشور بوده و تربیت کننده نسل بعدی و غیر قابل انکار بودن قدرتشان و تأثیرشان در تشکل گرفتن هسته های اولیه اعتراضی. به هر روی با گذر زمان و استفاده از سوشیال مدیا و آگاه تر شدن هرچه بیشتر جامعه و زنان و بلندتر شدن فریاد اعتراضشان، نشان از ناکارآمدی اتاق فکر نظام داشته تا آنجا که به کار گرفتن همین سیاست های دستوری هم در کنار تبعیض جنسیتی و سیستماتیک و ظلم مضاعف جمهوری اسلامی را همراه با بحران جدی مواجه کرد، تا جایی که فردی مثل رائفی پور انقلاب زنان را چند سال پیش پیش بینی کرد یا وحید احمدی که اذعان کرده ما حتما از جانب زنان ضربه خواهیم خورد. و جمهوری اسلامی در تقابل با این بحران عمیق چاره جز ادامه دادن به سیاست‌های گذشته خود به صورت خشن‌تر نداشته، با اهداف و مقاصد و بهره برداری‌های گوناگون. برای مثال من حجاب اجباری را مثال خواهم زد که قابل بس برای موارد دیگر هم خواهد بود. حضور زنان در جامعه و البته با حجاب اجباری که هر روزی نماد و پرچم حکومت اسلامی بوده و تبدیل به ابزار سیاسی و تبلیغی گشته است و عدم رعایت حجاب و مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که نشان دهنده ارعاب معتبرای ارعاب معترضان و در اصل نمایش پرتراق اقتدار جمهوری اسلامی بوده و در نهایت وادار کردن زنان به اطاعت و کنترل خشم از طرف حکومت، در نهایت تبدیل مجازات به عنوان ابزار تثبیت نظام. در 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی علی‌رغم میل باطنی دلسپردگانش با حضور زنان در جامعه در اهداف و مقاصد گوناگون به صورت حداقلی پذیرفت حداقل هایی که مدام با خطوط قرمز نظام تلاقی داشته، خطوط قرمزی که با چارچوب مذهب و شرع و قانون شروع شده و برای پوشش سیاست های زن ستیزانه ترسیم گشته است و مجوزی برای اعمال ظلم مضاعف و تبعیض جنسیتی و سیستماتیک و به صورت کلی مجوزی برای سرکوب گسترده زنان و تأمین کننده اهدافی از جمله نمایش اقتدار، مهار اعتراضات، مختل کردن اعتراضات و خاموش کردن زنان تأثیرگذار و به صورت کلی خاموش کردن کلی زنان که نیمی از جامعه بوده و در صورت حاصل شدن نتیجه دلخواه به قهقرا بردن صدای اعتراض نیمی دیگری از جامعه که همان مردان هستند بسیار سهل الوصول تر خواهد شد. از سوی دیگر در چهار دهه گذشته با قرار دادن زن و مرد در مقابل هم و در جامعه در مقیاس کوچکتر هم به باز تولید چرخه دیکتاتوری پرداخته و عادی سازی ظلم و استبداد هم پرداخته است و چگونه و به چه صورت است. قوانین مربوط به ارث، حضانت، طلاق، حق خروج از کشور و غیره در اختیار مردان بوده و هست و با تلقین کردن چنین منفعت‌های سوری به مردان به دنبال اهداف دیگری بوده است چون تشویق به سکوت و جمود فکری و عدم حمایت در برابر تضییع حقوق زنان در کنار شعار فرزندآوری و تعیین جایزه همراه با واگذاری زمین، خودرو و وام در کنار شعارهای پوچ مثل سنجش ارزش زن با تعداد هرچه بیشتر فرزندان و فضیلت در خانه ماندن و عفاف همواره سعی در منزوی کردن هرچه بیشتر زنان داشته. زنانی که بارها و بارها اثبات کردن پتانسیل به لرز در آوردن پایه های نظام را داشتند. من تا اینجا دیگه بیشتر تموم شد اگر سوالی هست. خیلی ممنون خانم وکیلی.